خب و اما بریم سراغ یک نگاه مختصری بر هندسه و مثلثات. هندسه که الان میخوام در واقع ازش صحبت بکنیم بهش میگن هندسه اوگلیدوسی. اوگلیدوس یک ریاضیدان یونانی بود مال قرن حدود سوم چهارم قبل از میلاد، اما در واقع اطلاعات و تجارب و دانش قبلی های خودش رو منسجم کرد و یک اصول هندسه وضع کرد که تا همین یکی دو قرن پیش هم کاملا پابرجا بود به نام هندسه اوگلیدوسی. توی این هندسه که در واقع هندسه مسطح، یعنی هندسه است که روی کاغذ روی فضای مسطحه، چرا چون حالا در آینده ما هندسه برخورد میکنیم که دیگه فضاش فضای مسطح نیست، منتها این اون زمان شناخته شده نبود. خب یک سری اصول رو به عنوان بدیهیات و اصول پای اوگلیدوس اومد فرض کرد و گفت اینها دیگه بدیهیست بایستی بپذیریم، ولی بعد از این هر چیه که بخوایم راجبش نظر بدیم و صحبت بکنیم بایستی با استفاده از این اصول بدیهی ابتدایی از اینها نتیجه بگیریم، یعنی اونها دیگه باید اثبات بشه. ولی اینها اصول به اصطلاح اولیه که حدود پنج اصل بود اینها رو دیگه بایستی پذیرفت. خب اونها هم در واقع چیزهای منطقه بود، یعنی الان همین الان یکم در برای صحبت بکنیم ببینیم که خب حرف منطقه است، الان شما هم قبول میکنید. خب اول ما تو هندسه یک چیزی داریم به اسم نقطه. نقطه از نظر هندسه یک چیزیه که در واقع نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع. خب شما اینو در فیزیک در دنیای عادی نمیتونی معنی بکنی، خب یعنی هیچ. ولی الان وقتی من شما بگم نقطه هندسی نقطه است که طول و عرض و ارتفاع و تشکیلات نداره، خب براتون قابل درکه، قبول میکنی. خب بدیهیست، اینو بهش میگیم نقطه هندسی. خب حالا فاصله بین دو نقطه میشه یک خط وضع کرد. خب بدیهیه. حالا این خط رو میشه از هر طرف تا بی نهایت امتداد داد. خب اینم بدیهیه. اصل بعدی، من میتونم به مرکز این و به شعاع این پاره خط و هر پاره خطی با هر طولی یه دایره بزنم. خب شما همه اینا رو میگید خب اینا که بدیهیه، یعنی هیچ منطق انسانی نمیتونه با اینها مخالفتی بکنه. خب بدیهیست که این یک پاره خط، بدیهیست که من میتونم تا بی نهایت ادامهش بدم روی این و هر طولی با هر طولی که باشه و با این مرکز هم میتونم یک دایره بزنم. خب اوگلیدوس هم همه اینا رو میگه اینا بدیهیات، اینا رو بایستی به عنوان پیشفرض بپذیریم که حالا بر مبنای اینها بریم جلو. منتها یک اصل دیگه هم در واقع اضافه میکنه، میگه که حالا از یک نقطه در خارج از یک پاره خط، خوب دقت میکنید، از یک نقطه در خارج از یک پاره خط فقط و فقط یک خط دیگه میشه رسم کرد که با این موازی باشه و هیچ وقت این رو قطع نکنه. خب حالا اینجا این حرف و این به قول معروف اصل یکم ریپ میزنه، یکم میلنگه، یعنی یه جوری آدم احساس میکنه که این مثل اونها بدیهی نیست، به بدیهی اونهای اون چارتای دیگه نیست، این یه جوری شاید اثبات بخواد. این قضیه همین جوری به همین شکل بود تا همین چند قرن اخیر آمدن این رو ارسان خدمت شما به شکل دیگه مطرح کردن و بعدش هم گفتن که نه این میتونه در امتداد بسیار زیادی ارسان خدمت شما با هم تلاقی بکنه یا در بی نهایت یا در امتداد بسیار زیادی تلاقی بکنه، که بحث هندسه غیر اوگلیدوسی پیش اومد که حالا فعلا مورد بحث ما نیست. خب همین تعریف رو بعد اومدن الان به این شکل مطرحش میکنن، میگن دو تا خط با هم موازی هن به شرطی که اگر یک خط مورب اونها رو قطع بکنه هشت تا زاویه اینجا ایجاد میشه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت،
حالا این زاویه ها به این شکل با هم برابره، یعنی این زاویه با این زاویه برابره، این زاویه با این زاویه برابره. این زاویه با این زاویه برابره، این زاویه هم با این زاویه برابره. حالا از طرفی این زاویه با این زاویه برابره که خودش با این برابره. پس این دوتا زاویه هم با هم، این دوتایی که الان جا قرمز کشیده شده، اینا هم با هم برابره. خب این میشه تعریف یک دو خط موازی. خب حالا با استفاده از این پنج تا اصل اولیه، این تعریف اولیه که دیگه بگیم جزء بدیهیات هست، دیگه بقیه قضایه رو بایستی با استفاده از اینها هر شاید خدمت شما اثبات کرد. دیگه اونها دیگه بدیهی نیست، اونها رو بایستی اثبات کرد. حالا هندسه که یکی از قدیمی ترین شاخه‌های درس ریاضیه، یکی از محاسنش دست کم هندسه اقلیدوسی اینه که چون ترسیمیه قابل درکه، حالا اون دشواری حساب و نظریه اعداد و بحث اعداد و اون جبر و این تشکیلات رو نداره، یک مقدار به دلیل اینکه قابل رسمه قابل درکه. خب یه مقدار در همون ریاضیات دوره ابتدایی با یک سری اشکال هندسی آشنا شدیم، دایره، مربع، مثلث، مستطیل، نمیدونم لوزی، زوزنقه، این تشکیلات اونجا باش آشنا شدیم که دیگه اینجا نمیخواد بحث بکنیم. همه این شکل ها روابطی داره برای اندازه‌گیری مساحتشون، برای اندازه‌گیری محیطشون، که باز اینها هم مقداری در همون دوره ابتدایی توضیح دادم. بقیهش هم که در همه کتاب ها و در همه منابع اینترنتی به سادگی قابل دسترس میتونیم استفاده بکنیم. عرض خدمت شما. اما راجع به چند تا از این شکل ها یک صحبت مختصری میکنیم و ابتدا هم شروع میکنیم از شاید بشه گفت آسانترین، زیباترین، کاملترین شکلی که وجود داره، شاید بشه گفت در سرتاسر گیتی، و اون دایره است. یک مقدار راجع به دایره صحبت میکنیم، یک مقدار راجع به مثلث صحبت میکنیم و هر چند خدمت شما داستان رو به صورت عرصت گلچین و مختصر و مفید و فقط برای یادآوری مسائلی از هندسه و مثلثات دنبال میکنیم. و اما دایره، دایره یکی از شکل‌های بسیار زیبا، ساده و کامل و عرصت اسرارآمیزی است که وجود داره و از قدیم در هندسه مورد توجه قرار داشته. ما اندازه گیری محیط مثلا یک مربع یا یک مثلث یا یک مستطیل، اینها رو به سادگی انجام دادیم در همون بحث دوران ابتدایی هم با اندازه گیری محیط و مساحت و این تشکیلاتش آشنا شدیم، چیز خاصی هم نبود. اما در مورد دایره داستان از یه جالبی پیدا میکنه. یعنی خب من میخوام محیط این دایره رو حساب بکنم ببینم چقدره. فرض بفرمایید که من الان اینجا یک دایره داشته باشم با قطر واحد، یعنی اینکه قطر دایره من باشه، من اینو یک در نظر بگیرم. حالا یک چی؟ یک وجب، یک متر، یک کیلومتر، هر واحدی که میخوام انتخاب بکنم این رو یک واحد انتخاب بکنم. بعد بیام یک نخ بردارم و دور محیط این دایره بپیچم، همین کاری که من الان اینجا کردم. من با چسب مقداری نخ رو دور این پیچوندم. خب حالا میام این نخ رو باز میکنم، این نخ رو وقتی که اندازه گیری بکنم میبینم تقریبا سه برابر اینه، این قطره، این نخ من سه برابر این قطره.
یک کمی بیشتر، پس سه برابر و خوردی قطره. اما چقدر؟ چجوری؟ خب من برای دقت بیشتر بایستی سعی کنم این طول رو به صورت فیزیکی خیلی دقیق‌تر اندازه‌گیری بکنم، یعنی با یک خطکش مدرج، حالا هم قطرم با یک خطکش دقیق مدرج اندازه بگیرم، هم طول این نخو. خب ولی مگه من به صورت فیزیکی چقدر میتونم دقت این خطکشمو ببرم بالا؟ حالا میلیمتر، بعد دیگه با دهم میلیمتر رو نمیدونم تشکیلات دیگه مشکل پیدا میکنم. پس من بایستی یک راه منطقی، یک راه ریاضی، یک راه هندسی پیدا بکنم برای اینکه بتونم این محیط رو به روش محاسباتی خیلی به صورت دقیق محاسبه بکنم. خب برای اینکه این کار بکنیم، در واقع اولین بار چیزی حدود 2000 سال پیش آرشمیدس دست به یک ابتکار هوشمندانه زد برای اینکه این رو حساب بکنه. آرشمیدس اومد اینجوری گفت، خب ببین من میام یک مربع دور این اندازه میگیرم، دور این دایره هم قرار میدم، یک مربع هم داخلش قرار میدم. درست شد؟ خب حالا اجازه بدید من این شکل رو پاک کنم، یعنی رو تابلو پاک بکنم، به شکلی بهتر بکشم رو اون شکل گذاری کنم. خب حالا رو این شکل دقت بکنید. پس داستان به این شکل شد که محیط دایره رو تقسیم کردیم بر قطرش، یک عددی بیشتر از 3 به دست آوردیم. این عدد که حاصل تقسیم محیط دایره بر قطرش میشه رو اسمش رو گذاشتن عدد پی. حالا میخوام این عدد رو به دست بیاریم. خب پس آرشمیدس اومد با خودش اینجوری حساب کرد، گفتش که من بیام یک این دایره هم به شعاع واحد، شعاع واحد یعنی شعاع یک. اومد گفت چی؟ گفت ببین من یک مربع رو در بیرون این دایره رسم کنم که بشه مربع بیرونی این دایره، یه مربع هم داخل این دایره رسم کنم. خب محیط دایره من قطعا از محیط این مربع بیرونی کوچکتره، از محیط این مربع داخلی بزرگتر. خب حالا مربعی که داخلش رسم کردم دو تا مثلث برام ایجاد میکنه. طبق چیزایی که از داستان مثلث میدونیم، این مثلث قائم الزاویه است. چرا؟ چون داخل مربع دیگه، مربع هم از داشت بر هم عمودن. بسیار خب، حالا من یک مثلث قائم الزاویه دارم که طبق روابطی که در مثلث قائم الزاویه صحبتش قبلا در دوره ابتدایی کرده بودم، حالا در بخش مثلث هم میکنیم، رابطه فیثاغورس برقراره، یعنی مربع وتر برابر با مربع دوسر دیگه. پس بنابراین در این مثلث قائم الزاویه اسم این زد رو که در واقع همون قطر دایره است میذارم ب. اینا یکیش که آ باشه و یکی هم آ. پس در واقع من دارم ب دو برابر است با آ دوی به علاوه آ دو. حالا خب طبق چیزایی که در بحثای گذشته در مورد معادلات حل معادلات گفتیم، خب اینجا بمون یکه، چون یک به توان دو هم میشه یک، یک برابر است با دو تا آدو. خب از این رابطه نتیجه میشه که آدو برابر با نیم. آدو که برابر با نیم باشه جذرشو که بگیرید میشه هفت دهم. خب پس حالا این رو هم داریم که هفت دهمه. خب چهار تا هفت دهم یعنی 2.8 میشه محیط مربع داخلی. بسیار خوب، پس در واقع این عدد پی ما که دنبالشیم یک عددی است که از 4 یعنی محیط مربع خارجی کوچکتره، از 2.8 یعنی محیط مربع داخلی بزرگتر. خب حالا برای اینکه این عدد رو دقیق تر به دست بیاریم چیکار باید بکنیم؟ به جای مربع که 4 ذریه یک 5 ذریه به کار ببریم، دقیق ترش میخواییم بکنیم یک 6 ذرعی. به همین ترتیب این اضلاع رو میتونیم ببریم بالا. در واقع آرشمیدس همین کاری کرد، یعنی اومد از یک مربع و 5 ذرعی شروع کرد و اینو توسعهش داد.
8 ضلعی، 16 ضلعی، 32 ضلعی و شروع کرد به محاسبه. بنابراین از طریق محاسبه هندسی هم به راحتی میشه این عدد پی رو به دست آورد. مطابق یکم که جلوتر میریم، مثلا حالا اینجا در مورد مربع خیلی آسونه، قابل درکه، برای همینم حالا از این مثال استفاده کردیم. ولی وقتی شما میکنید 5 ضلعی، 6 ضلعی، حالا یه سری روابط مثلثاتی رو هم بلد باشید، اونجا با کمک روابط مثلثاتی راحت تر میتونید حلش بکنید. به هر صورت با این روش محاسباتی وقتی که شما بید حالا تعداد این اضلاع رو بیشتر بکنید، این عدد پی رو دقیق‌تر به دست میارید. مثلا وقتی که از 8 ضلعی استفاده میکنیم میشه 3.6، وقتی از 16 ضلعی استفاده میکنیم میشه 3.12 بخوردی، 32 3.13 بخوردی، 64 3.14 بخوردی، 128 3.14 12 و همینجور این عدد رو میشه دقیق ترش کرد. خب حالا همینجوری که در بحث‌های قبلی صحبت کردیم، این عدد پی یک عدد گنگه، یعنی شما این عدد رو همینجوری الی بی نهایت میتونید دقیق‌ترش بکنید، هیچ وقت هم تموم نمیشه، هیچ تکراری هم توش نیست که راجع به این قبلا صحبت کردیم. پس در واقع از پیدا کردن محیط دایره ما رسیدیم به یک عدد بسیار جالب که در فیزیک هم اهمیت زیادی داره، یعنی عدد پی حاصل تقسیم محیط دایره بر قطرش. خب و اما قبل از اینکه وارد بحث مثلث بشیم، ابتدا یک نگاه کلی بکنیم به چند ضلعی ها. طبق تعریفی که تو کتاب ریاضی دبیرستان نوشته، میگه که در یک صفحه به هر خط شکسته بسته چند ضلعی میگن، به شرط اینکه ضلعها یکدیگر رو قطع نکرده باشه مگر در رأسها. پس با این ترتیب اومده شکل‌های رو نشون داده و گفته که این شکل‌ها چند ضلعی محسوب نمیشن. مثلا این چند ضلعی محسوب نمیشه، چرا؟ چون بسته نیست، بازه. این که اصلا جناب دایره است، مشخصه. این هم چند ضلعی حساب نمیشه، چرا؟ چون اضلاعش هم دیگر رو قطع کردن. و اما ما در واقع دو نوع هم چند ضلعی داریم، یکی رو بهش میگیم چند ضلعی های محدب، یکی هم چند ضلعی های مقعر. چند ضلعی محدب یعنی که هیچ زاویه بیشتر از 180 درجه نباید داشته باشه، اما چند ضلعی مقعر یعنی میتونه که یک زاویه بیشتر از 180 درجه داشته باشه. الان ببینید در این شکل این زاویه که با قرمز مشخص کردم، این زاویه از 180 درجه بیشتره. خب اما اگر ما یک خط صاف داشته باشیم، این زاویه این خط کلن 180 درجه است. خب حالا فرض کنید این زاویه 40 درجه باشه، این زاویه میشه چقدر؟ میشه 140 درجه. چرا؟ چون جمعش میشه 180 درجه. به یک همچین زاویه هایی میگن زاویه های مکمل. پس این دوتا زاویه مکمل همه، یعنی مجموعش شده 180 درجه. حالا اینجا این زاویه 90 درجه است. خب اگر من اینجا دو تا زاویه داشته باشم، این مثلا باشه 30 درجه، این باید بشه چقدر؟ 60 درجه. چرا؟ چون مجموعشون 90. چنین دو تا زاویه میگن زاویه های متمم که مجموعشون 90 درجه میشه. خب یک چیزی هم وجود داره به اسم قطر، قطر چند ضلعی. اگر یک خطی دو رأس یک چند ضلعی رو با هم وصل بکنه، طبیعتاً دو تا رأس مجاور نمیتونه باشه، اون میشه قطرش. مثلا در مورد مربع
این که این دوتا رأس رو با هم وصل میکنه میشه یک قطرش، اینا میشه یک قطرش. خب این مربع یک چند ضلعی منتظمه. چرا؟ چون اضلاعش با هم برابرن، زاویه‌هاشون هم با هم برابره. این یک پنج ضلعی منتظمه، اضلاعش با هم برابرن، زوایاش هم با هم برابرن. این هم یک شش ضلعی منتظمه. خب حالا وضعیت قطرهای اینا به چه شکل میشه؟ خب برای که قطرهاش رو رسم بکنیم، از این رأس یه خط میکشم به این رأس، این میشه یک قطرش، این هم میشه یک قطرش. خب برای قطر بعدی از این رأس یکی میکشم به این، یکی هم میکشم به این. خب حالا میام سراغ این. خب این قطر که قبلا رسم شده هیچی، فقط میمونه این، این هم یک. خب چند تا شد؟ یک دو سه چهار پنج. پس این پنج ضلعی من پنج تا قطر داره. خب به صورت قاعده کلی تعداد قطرهای چند ضلعی به این شکل حساب میشه که تعداد قطرها برابر با n n منهای 3 تقسیم بر 2. بنابراین تعداد قطرهای پنج ضلعی میشه چی؟ پنج ضلعی دیگه، میشه 5 در 5 منهای 3 تقسیم بر 2. 5 منهای 3 2، 5 تا 10 تقسیم بر 2 میشه 5. پس این 5 تا داره. به همین ترتیب میشه تعداد اضلاع هر n ضلعی رو به دست آورد. خب حالا که من بگم این مثلث رو به این شکل جا به جا بکنم، میگم من دارم اینو منتقل میکنم. اگر این رو حول یک نقطه بچرخونم، میگم دارم دورانش میدم. میتونم حول یک خط دورانش بدم به این شکل. حالا اگر یک شکلی رو مثل این مثلث رو بتونیم وقتی که 180 درجه دورانش میدیم، من این خط کشیدم برای که 180 رو ببینید. خب اگر من بتونم اینو 180 درجه دوران بدم و شکل بر خودش منطبق بشه، بگیم این مرکز دوران داره. پس این جناب مثلث مرکز دوران نداره. اگر و یک بیان دیگه، اگه من بیام اینجا حول این نقطه، از هر نقطه از این رأس بیام وصل کنم به این مرکز دوران و به اندازه خودش امتداد بدم، اگه شکل مرکز دوران داشته باشه، بایستی برسم به نقطه روی خودش. ببینید من اینجا از این رأس اگه وصل کنم به اینجا و ادامه بدم، از شکل خارج میشم، به نقطه روی خودش نمیرسم. خب اما حالا ببینید در مورد این مربع، ببینید باز این خط رو من کشیدم برای اینکه 180 درجه گردش مشخص بشه. من اگه 180 درجه بچرخونم، شکل بر خودش منطبق میشه، پس این مرکز تقارن داره. اما در یک چند ضلعی مجموع زوایای داخلیش میخوایم ببینیم چقدر میشه. در مورد مربع کاملا مشخصه، 4 تا نقطه میشه 360. حالا ببینیم در مورد یک 5 ضلعی 6 ضلعی و n ضلعی چقدر میشه. کلا به این شکلی که مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی هست n منهای 2 ضرب در 180. مثلا برای 4 ضلعی میشه 4 منهای 2 2 2 تا 180 میشه 360. خب این یک سری کلیات بود در مورد چند ضلعی ها. یک سری نکات متفرقه کوچیک هم هستش که توی کتاب ها به خوبی توضیح دادن و میتونید مراجعه کنید، به کتاب مطالعه بکنید. چند تایش هم من به صورت نوشته روی
تابلو می نویسم و ارسن خدمت شما میریم سراغ مثلث. اما مثلث، با مثلث مقداری در ویدیوهای ریاضی دوره ابتدایی آشنا شدیم، در کتاب ها هم خیلی مطالب روان و ساده بیان شده که میتونیم استفاده بکنیم. اما کلا در ارتباط با مثلث میدونیم که ما سه تا مثلث خیلی شاخص و مشخص داریم. یکی مثلث متوازی الاضلاع که سه تا ضلعش و سه تا زاویه‌اش با هم برابره. یکی مثلث متساوی و ساقنه که این دو تا ساقش برابره، یعنی فقط دو تا از ضلع ها برابره و دو تا زاویه روبروی به این دو ساق هم با هم برابره. و بالاخره مثلث قائم و زاویه که همونجوری که میدونیم این رابطه بسیار مهم درش برقراره که مربع وتر، وتر یعنی ضلع روبرو به زاویه قائمه، مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگه. پس بنابراین 3 2 برابر است با آدوی به علاوه ب 2 که به این میگیم رابطه فیثاغورس. نحوه اثباتش هم که چرا اینجوریه توی کتاب خیلی راحت توضیح داده و میتونید مراجعه بکنید. خب اما در هندسه اگر ما بتونیم دو تا شکل هندسی رو با انتقال، با تقارن یا با هر شبت خدمت شما دوران اینها رو بر هم منطبق بکنیم، میگیم این دو تا شکل با هم مساوی و برابر هستن. حالا دو تا مثلث بنابراین در این شرایط میتونن با هم مساوی باشن. حالت اول اینه که سه تا ضلعشون با هم برابر باشه، بنابراین در واقع بهشون میگیم حالت برابری سه ضلع. زاد اینجا علامت ضلع و ضلع یعنی زاویه. خب پس حالت اول سه تا ضلع برابر باشن، اگر در دو تا مثلث سه تا ضلعشون با هم برابر باشه اون مثلث ها برابرن. اگر دو تا ضلعشون و زاویه بین اون دو تا ضلع برابر باشه باز اون مثلث ها با هم برابرن. و حالت سوم هم اینه که دو تا زاویه و ضلع بینشون از دو تا مثلث اگه برابر باشه اون دو تا مثلث برابر میشن. حالا در مورد مثلث قائم الزاویه گفتیم که به این میگیم وتر. اگه وتر و یک ضلع یک مثلث قائم الزاویه با وتر و ضلع یک مثلث قائم الزاویه دیگه برابر باشه اون دو تا با هم برابرن، و یا وتر و یک زاویه. خب این زاویه هم می‌دونیم که شاید دیگه زاویه قائمه نمیتونه باشه، حتما یک زاویه تند یا کوچکتر از قائمه است. پس بنابراین دو تا مثلث قائم و زاویه اگر وتر و یک زاویه شون هم برابر باشه اون دو تا مثلث با هم برابرن. خب حالا ما یک مختصری با دایره و مثلث آشنا شدیم. حالا مجددا برمیگردیم به دایره و بعد با ترکیب دایره و مثلث هم با یک سری اتفاقات جالب آشنا میشیم. اگه بخوایم دایره رو یه ذره فنی‌تر و ریاضی‌تر تعریف بکنیم، در واقع میتونیم بگیم دایره مکان هندسی یک نقاطی است که همه این نقاط از یک نقطه به اسم مرکز به یک فاصله است. پس در این دایره اینجا اگه مرکز باشه فاصله همه این نقاط از این مرکز دایره به یک فاصله است. خب حالا اگر یک خطی بیاد دایره رو قطع بکنه، مثل این خطی که الان اینجا نارنجی رنگ من کشیدم، به این تیکه خط، به این پاره خط میگیم وتر، و به این کمان، به این قسمت از دایره هم میگیم کمان. پس حالا من یک کمان دارم و یک وتر، و یا اینجا هم یک وتر دیگه دارم و یک کمان دیگه. حالا اگر این خط از مرکز دایره هم بگذره حالا دیگه بهش میگیم قطر.
خب حالا این شکل نگاه بکنید، این باز مرکز دایره است. خب خطی که مرکز دایره رو به یک نقطه از دایره وصل میکنه بهش میگیم شعاع. پس این یک شعاع، اینم یک شعاع، اینم زاویه بین این دو تا شعاع. به این میگیم زاویه، الان ببینیم میگیم این زاویه مرکزی. خب حالا ببینید دو تا کمان ایجاد شده. اندازه هر کمان رو بر حسب زاویه مرکزیش میگن. یعنی الان اندازه این کمان و اندازه این کمان برابره. چرا؟ چون روبرو به یک زاویه است. مثلا اگه این زاویه باشه مثلا نمیدونم 40 درجه 50 درجه، این هم یک کمان 40 یا 50 درجه است، این هم یک کمان 40 یا 50 درجه است. ولی ببینید طولشون متفاوته. پس اینجا ملاک طول نیست. این دو تا کمان هم اندازن به دلیلی که روبروی به یک زاویه هستن و ما بر حسب زاویه مرکزیش اندازه‌گیریشون میکنیم، اما طولهای متفاوتی دارن. خب حالا اگر یک خط مثل خطی که اینجا رسم شده فقط در یک نقطه دایره رو قطع کرده باشه، فقط در یک نقطه، گفته که میشه این خط بر دایره در این نقطه مماسه. حالا اگر این وتر رو رسم بکنیم، بعد بیایم از مرکز دایره یک عمود بر این وتر وصل بکنیم، این عمود این وتر رو نصف میکنه، یعنی این قطعه با این قطعه برابر میشه. خب حالا چرا؟ برای اینکه ببینید که چرا این اتفاق میفته، کافیست این رو به شکل دوتا مثلث در نظر بگیریم. خب این میشه دوتا مثلث قائم الزاویه که با هم برابر هستن. چرا برابر هستن؟ ببینید این زلشون در هر دو مشترکه، بنابراین برابره. این دوتا زلشون هم برابره، چون هر دو شعاعی از دایره است دیگه، تمام شعاعها یک دایره برابره، بنابراین این با این برابره. این زل هم در هر دو مشترکه، قائم و زاویه هم هستن. پس این دوتا مثلث مساوی است. وقتی که مساویه، حالا این پاره خط هم با این پاره خط برابره. پس در اینجا هم اگر من از شعاع یک عمود بر اینجا وصل بکنم، این رو نصف میکنم. حالا در اینجا اگه من از یک نقطه خارج از دایره دو تا خط مماس بر دایره رسم بکنم، این دو تا قطعه با هم برابر میشن. یعنی در این دو تا نقطه که مماس هستن، اگر اسم اینو بذارم آ، اسم اینو بذارم ب، اسم اینو بذارم او، او آ و او ب برابر میشه. حالا در این شکل اگر من قطر دایره رو رسم بکنم، یعنی در واقع وتری که از مرکز دایره هم میگذره، خب این قطر رو اگر رسم بکنم، یه وتر دیگه هم رسم بکنم مثل آسه، حالا اگر از مرکز دایره به نقطه سه، یعنی اون طرف وتر، خطی وصل بکنم، اندازه این زاویه نصف این زاویه میشه. چرا؟ خیلی ساده است. مگر این زاویه خارجی این مثلث حساب نمیشه؟ خب زاویه خارجی یک مثلث مقدارش برابر با اون دوتا زاویه دیگه. چرا؟ خیلی دلیلش هم با ساده است. ببینید این زاویه 180 درجه است، کل این زاویه 180 درجه است، سه تا زاویه داخل مثلث هم 180 درجه است. خب پس بنابراین این و این بایستی با این برابر باشن. چرا؟ چون حالا این با این شده 180 درجه، اینم با مجموع این دوتا میشه 180 درجه. پس در واقع این با این دوتا برابره. خب پس به این دلیل حالا این زاویه نصف این زاویه است. اما در مورد تشابه، دو تا شکل مثل مثلا مثلث یا حتی مثلا مربع، مستطیل، هر دو تا شکلی، اینها علاوه بر این که میتونن با هم مساوی باشن، یعنی همونجور که گفتیم بتونیم اینها رو بر هم منطبق بکنیم، میتونن متشابه هم باشن. یعنی چی؟ یعنی برابر نباشن، الزاماً برابر نباشن، ولی نسبت اضلاعشون و نسبت اون شکل ها جوری باشه که اینها رو بشه با هم
شبیه در نظر گرفت، یعنی اضلاع متناسبی داشته باشن. خب داستان تشابه در زمینه در مورد مسلح است به این شکلی که اولا در مورد مسلح است یادون باشه، این دیگه من تذکری هم ندادم به خاطر اینکه قاعدتا دیگه همه میدونن پارخطی که از یک رأس به وسط ذیل مقابل رسم بشه اش میگن میانه. اگر به وسط ذیل مقابل بتونه عمود بشه بهش میگن عمود مناسب. پارخطی هم که به طریق رسم بشه که زاویه رو نصف بکنه بهش میگن نیمساز. پس وقتی که زاویه رو بتونه نصف بکنه بهش میگن نیمساز. اینا رو دیگه من نگفتم بخاطر اینکه دیگه بدیهی دونستم که با مطالعه کتاب این چیزها رو به سادگی میدونید. خب دو مثلث وقتی میتونن متشابه باشن که یکی از این سه تا شرط رو داشته باشن. یک، دو زاویه اونها برابر باشه. پس اگر دو تا مثلث بودن که دو تا زاویه از این مثلث با دو تا زاویه از اون مثلث با هم برابر بود، اون دو تا مثلث متشابه. دو تا ضلعشون متناسب باشه و زاویه بین اون یعنی بین اون دو تا ضلع متناسب برابر باشه. اگر چنین دو مثلثی هم پیدا شد، اون دو تا مثلث با هم متشابهن. و سوم اینه که سه تا ضلعشون یعنی سه تا ضلع این مثلث با سه تا ضلع اون مثلث با هم متناسب باشه. خب یک قضیه هم وجود داره که میگه که اگر شما در یک مثلث یک خطی رو موازی یکی از این اضلاع رسم بکنید جوری که این دوتا ضلع مثلث رو قطع بکنه، دوتا مثلثی که به وجود میاد با هم متشابه هن. یعنی الان ببینید این مثلث کوچیکی بالا با کل این مثلث مساوی نیستن ولی متشابه هن. خب به این دوتا مثلث دقت بکنید، این دوتا مثلث مساوی نیستن اما این دوتا مثلث متشابه هن. در چنین دو مثلث متشابهی این رابطه برقراره، یعنی آده از مثلث کوچیک به آبه یعنی نظیرش در مثلث بزرگ برابر است با آی به آسه و همچنین برابر با دی به بسه. خب حالا این داستان در واقع ما رو هدایت میکنه به یک قضیه بسیار مهم هندسی به نام قضیه تالس که در واقع این بیان دیگه همینه. قضیه تالس به این شکل که میگه که اگر دو خط موازی توسط دو خط مورب که نقطه تلاقی هم داشته باشن قطع بشه، حالا همین روابطی که در مورد اون دوتا مثلث گفتیم حالا اینجا صادقه. اینجا ببینید در واقع شد همون شکل، یعنی مثلث کوچیکه و مثلث بزرگه. بنابراین اینجا هم قضیه تالس میگه که همین روابط برقراره، یعنی آده به آبه برابر است با آی به آسه برابر است با دی به بسه. خب حالا چه استفاده داره برای ما این قضیه؟ استفاده بسیار بسیار زیادی داره. از جمله فرض بفرمایید طبق همین مثال که یکی از تمرینات کتابم هست، یک درختی داریم که طول این درخت رو نمیدونیم اما در اثر نور خورشید سایه این درخت به طول 3 متر افتاده اینجا. پس طول درخت رو نمیدونم اما سایه شده 3 متر. حالا یه شخصی که 1.5 متر قدشه جوری وایساده که سایش نیم متر آخرین مسیر رو گرفته. این خیلی مهمه، ببینید این جای وایساده که این نیم متر آخر شده نیم متر آخر همین طول سایه. این شکل رو در کتاب بد کشیده، یعنی این شخص رو در جلوتر قرار داده. این شخص باید جوری قرار بگیره که طول سایش نیم متر آخر بگیره که چه اتفاقی بیفته که اون دوتا مثلثه تشکیل بشن، مثلث کوچیک و مثلث بزرگ. خب حالا بنابراین این قسمت یعنی طول این قسمت یعنی نیم متر تا
تقسیم بر طول کلش یا به عبارتی این ضلع مثلث کوچیکه به ضلع متناظرش از مثلث بزرگه میشه چی؟ میشه نیم تقسیم بر سه باید برابر باشه با یک و نیم تقسیم بر ایکسی که نمیدونیم چی هست. خب به سادگی از اینجا ایکس برای ما به دست میاد، سه تا یک و نیم میشه چهار و نیم، چهار و نیم تقسیم بر نیم ایکس میشه نه. بنابراین طول درخت به سادگی محاسبه میشه. خب پس میبینید که استفاده های بسیار بسیار زیادی داریم. کافیه هر جا فاصله چیزی رو خواستیم به دست بیاریم که امکان فیزیکی دسترسی بهش نباشه، یه جوری از مثلث بندی استفاده بکنیم، یک مثلثی تشکیل بدیم و با استفاده از همین تشابه مثلث ها یا قضیه تالس در کافی از چهار تا مشهور سه تاشو داشته باشیم، اونی که بهش دسترسی فیزیکی نداریم اون رو با محاسبه به دست بیاریم. حالا الان وقتی که با مثلثات آشنا بشیم میبینیم که این مسئله راه حل مثلثاتی هم داره. وقتی واقعا این مثال در بخش مثلثات کتاب ریاضی دهم قرار گرفته. خب که حالا وقتی که با مثلثات آشنا شدیم برمیگردیم و همین مثال رو از راه مثلثات هم حل میکنیم. و اما مثلثات. مثلثات یک شاخه از دانش ریاضی است که به بررسی روابط بین اضلاع مثلث و زوایای یک مثلث می‌پردازد. خب یک نقاله و یک خطکش بگیرید دستتون، روی یک کاغذی در شب خدمت شما یک زاویه 30 درجه رسم بکنید. خب پس این زاویه 30 درجه. خب حالا بیاید در یک فاصله مثلا 1 سانتی متری یک خط رسم کنید، در فاصله مثلا 2 سانتی متری یا 4 سانتی متری باز دوباره یک خط رسم کنید، در فاصله 5-6 سانتی متری مثلا 5 یا 6 سانتی متری باز یک خط عمود داده رسم کنید. خب حالا بیاید اندازه این خط نارنجی رنگ رو، یعنی ضلع مقابل به این زاویه 30 درجه رو اندازه شو با خطکش بگیرید، هر چقدر شد بالای کسب بنویسید، فاصله شم از نقطه آ بگیرید، هر چی شد در مخرج بنویسید. پس در واقع اندازه ضلع روبرو تقسیم بر اندازه ضلع مجاور، این نسبت رو دست بیارید. پس شد طول این تقسیم بر طول این. عددی که اینجا به دست میارید همون عددی میشه که اگر این طول رو تقسیم بر این طول بکنید، همون عددی میشه که اگر این طول رو تقسیم بر این طول بکنید. به این عدد که حاصل تقسیم طول ضلع روبروی زاویه تقسیم بر طول ضلع مجاور هست بهش میگن. پس در واقع تانجانت یک نسبت عدد هم هست، یک عدد حاصل تقسیم ضلع مقابل بر ضلع مجاور. خب حالا این کار رو برای زاویه 45 درجه هم انجام بدید، برای زاویه 60 درجه و 90 درجه هم انجام بدید. نتایج برای خودتون توی یک جدول بنویسید. ببینید یک جدولی دارید به دست میارید از اندازه های مختلف. خب حالا اینجا من این جدول رو آماده کردم. پس اینجا چی؟ تانجانت. خب تانجانت 30 درجه اون عدد رو وقتی شما به دست بیارید حساب بکنید ببینید تقریبا میشه نیم. برای 45 درجه حساب بکنید میشه 1، برای 60 درجه میشه 1.7، ولی برای 90 درجه دیگه اصلا بی‌معنی میشه. چرا؟ چون 90 درجه یعنی چی؟ یعنی حالا این رو
این رو شما دارید همچون زاویه رو میبرید به سمت 90. درست شد؟ خب وقتی که دارید به سمت 90 میبرید داره اینجا کم میشه. وقتی که عمودی دارید انجام میدید در واقع تصویرش میشه گفت اینجا داره همینجا به سمت صفر میاد. خب به یه نقطه میرسه که شما میخواید یک طولی رو تقسیم بر صفر بکنید. خب تقسیم بر صفر از نظر ریاضی بیمعنیه، پس در واقع اینجا هم یه چیز بیمعنی میشه. حالا این شد نسبت ضلع روبرو بر ضلع مجاور. ما میتونیم یه نسبت دیگر در نظر بگیریم، نسبت ضلع روبرو بر وتر، یعنی این نارنجی رنگه بر وتر. خب حالا اندازه ضلع مقابل بر وتر رو برای هر سوالاتی که قبلا گفتیم اندازه گیری بکنید. ببینید باز نسبت هایی داره به دست میاد که برای یک زاویه ثابت، مثلا زاویه 30 درجه یا 45 درجه یا 60 درجه، مقدارش همیشه ثابته. پس حالا اسم این نسبت رو میذارم سینوس، به در واقع میشه چی؟ میشه ضلع روبرو بر وتر، اندازه ضلع روبرو تقسیم بر وتر میشه سینوس اون زاویه، که اینجا میشه سینوس مثلا آ. خب حالا در این جدول مقدار سینوس رو هم من نوشتم، پس این هم میشه سینوس. حالا وقتی که حساب بکنید ببینید سینوس 30 درجه نیمه، یعنی این نسبت رو چه اینجا این دوتا رو تقسیم بکنید، چه اینجا این تقسیم بر این وتر بکنید، چه اینجا این طول رو تقسیم بر این طول بکنید، عددی که به دست میارید همیشه نیمه، برای زاویه 45، برای زاویه 60 و در نهایت برای زاویه 90 هم این دفعه میشه 1. خب حالا این تانجانت بود، برعکس تانجانت رو میگیم کوتانجانت، یعنی برعکس ضلع مجاور تقسیم بر ضلع مقابل، و کوسینوس هم یعنی ضلع مجاور تقسیم بر وتر. خب حالا اینا به چه درد میخوره؟ فایدهش اینه که حالا که با مثلثات آشنا شدیم، حالا میایم همین مثال رو که از طریق قضیه تالس و تشابه مثلثات حل کردیم از راه مثلثاتی حل میکنیم. خب اینجا یک زاویه داریم دیگه، درست شد؟ فرض کنیم اسمش رو بذاریم زاویه آلفا. تانجانت این زاویه چی تعریف میشه؟ تانجانت این زاویه برابر است با ضلع مقابل تقسیم بر ضلع مجاور. پس بنابراین تانجانت اون زاویه مثلا اسمش آلفا برابر است با ضلع مقابل میشه قد آدمه که 1.5 متر، تقسیم بر ضلع مجاور به طول سایه خودشه برابر با نیمه. درست شد؟ خب از اون طرف تانجانت این زاویه برای این درخت که فرق نمی کنه، همین زاویه رو داره میبینه. پس بنابراین در مورد این مثلث بزرگی یا این درخت بزرگ هم تانجانت میشه چی؟ تانجانت میشه ضلع روبرو، یعنی طول درخت که نمیدونیم چقدره، تقسیم بر این طول که میدونیم 3 است. بنابراین اینجا در واقع تانجانت ما میشه طول درخت که نمیدونیم x تقسیم بر 3. حاصلش باید بشه همین، یعنی چی؟ یعنی باید بشه همین 3. پس بنابراین این 3 که بیاد اینجا x ما میشه چند؟ 9. پس بنابراین طول درخت ما به سادگی به دست میاد. پس این داستان از راه مثلثات هم به راحتی حل میشه. خب حالا شما بیاید همه این مسائلی که مثلا باش برخورد کردیم از نظر زاویه و فاصله و این تشکیلات، این حالا از دید مثلثاتی بهش نگاه بکنید چه اتفاقی میفته. مثلا عنوان نمونه، خب این یه مثلث، مثلث A B C. خب مساحت مثلث چجوری به دست میاد؟ مساحت مثلث اینجوری به دست میاد که قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. قاعده یعنی بسه ضرب در ارتفاع
یعنی آهاش خب ضرب در یک دوم تقسیم بر دو، این میشه مساحت مثلث. خیلی خوب، حالا مگه این یک زاویه نیست؟ این هم یک مثلث قائم زاویه شده دیگه. خب حالا سینوس این زاویه چی میشه؟ سینوس این زاویه میشه ضلع مقابل یعنی آهاش تقسیم بر وتر. پس بنابراین سینوس ب مساوی میشه با آهاش تقسیم بر آ ب. خب این چی به ما میگه؟ به ما میگه که آهاش رو میتونی بنویسی، آهاش رو بنویسی آب سینوس ب. خب پس من در فرمول تعیین مساحت میام به جای آهاش مقدارشو بر حسب سینوس میذارم. بنابراین فرمول مساحت مثلث هم حالا با دید مثلثاتی اینجوری میشه، میشه مساحت مساوی با ب سه ضرب در آب سینوس خب. اما حالا ببینیم که دایره مثلثاتی چیه. دایره مثلثاتی یک دایره ایه که شعاعش رو عدد یک حساب کردم، گذاشتم قرارداد کردم شعاعش عدد یک. خب حالا روی این دایره از مرکزش دو تا خط عمود به هم رسم شده، خطی که در واقع محور ایکس هاست بهش میگیم محور کوسینوس ها، خطی که در واقع محور ایگرگ بهش میگیم محور سینوس ها. خب از مرکز این دایره به سمت راست محور کوسینوس ها مثبت حساب میشه و به سمت بالا محور سینوس ها. بنابراین از مرکز دایره به سمت چپ که اینجا با رنگ قرمز کشیدیم این کوسینوس منفیه، یعنی داره منفی حساب میشه و همین ترتیب در پایینش سینوس منفی حساب میشه. خب حالا برای اینکه سینوس و کوسینوس یک زاویه رو حساب بکنیم کافیه که روی دایره اون زاویه رو در نظر بگیریم. مثلا زاویه فرض کنید اینجا باشه، اگه زاویه من اینجا بود حالا یه خط به موازات محور سینوس ها رسم میکنم جوری که محور کوسینوس ها رو قطع کنه، یه خط هم محور سینوس ها رو قطع بکنه. خب عددی که اینجا به دست میاد که کلش میشه یک، این شعاع دایره کلش تا اینجا یکه، این عدد میشه سینوس این زاویه. عددی هم که اینجا به دست میاد میشه کوسینوس این زاویه. در واقع این نقطه رو میشه گفت تصویر این نقطه روی محور کوسینوس ها، این هم میشه گفت تصویر این نقطه روی محور سینوس ها. بسیار خب، پس برای سینوس و کوسینوس من عدد پیدا میکنم. حالا حد اکثر عددی که برای کوسینوس میشه پیدا کرد کجاست؟ حد اکثر عدد مربوط به کوسینوس وقتی میتونه بشه که تمام این طول شعاع دایره که عددش یک هست به کوسینوس اختصاص داده بشه، یعنی بیشترینش یکه. خب چه وقتی کوسینوس ما میشه یک؟ وقتی که زاویه ما صفر باشه، یعنی اینجا که اینجا شده ماکسیموم یعنی یک، ولی در عوض سینوس هیچی نیست صفره. پس بنابراین وقتی که زاویه صفره کوسینوس ما عدد یکه در حالی که سینوس ما عدد صفر. خب همینطور وقتی بیاد بالا تا برسه به 90، وقتی که برسه به 90 مقدار سینوس میشه ماکسیموم که عدد یکه، درست شد؟ ولی مقدار کوسینوس داره کم میشه به صفر میرسه. پس سینوس 90 یکه در حالی که کوسینوسش صفره. خب حالا اگه زاویه از 90 بیشتر بشه بیاد اینجا چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینجا، خب اینجا اتفاقی که میفته وقتی که خطای عمود رو رسم بکنیم ببینیم سینوس یک مقداری داره
درست شد سبت از دیلون از یک داری کمتر میشه ولی مقدار همچنان مثبته. اما کوسینوس مقدارش منفی میشه. خب این زاویه را اگه ادامه بدیم بیاد همینجوری بیاد تا ربع سوم، یعنی قسمت بخش سوم این دایره، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هر دوتای سینوس و کوسینوس منفی میشن. اگه بیاد اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگه بیاد اینجا کوسینوسش مثبت میشه، سینوسش منفی میشه. خب حالا فرض کنید اینجا این زاویه اینجا، خب این مگه یک مثلث قائم الزاویه نیست؟ در مثلث قائم الزاویه مگه مربع وتر نمیشه مجموع مربعات دو ضلع دیگه؟ خب این چه عددیه؟ شعاع دایره گفتیم انتخاب کردیم عدد یک، پس این یکه، پس یک به توان دو برابر است با این مقدار به توان دو و علاوه این مقدار به توان دو. خب این مقدار که بهش میگیم کوسینوس، این مقدار هم که بهش میگیم سینوس، پس بنابراین سینوس دوی یک زاویه و علاوه کوسینوس دوی یک زاویه مساوی میشه با یک. خب حالا اگر بیام از این نقطه یک خطی موازی محور سینوس ها رسم بکنم، این میشه محور تانجانت ها. به همین ترتیب اگر از این نقطه خطی موازی محور کوسینوس ها رسم بکنم، اینم میشه کوتانجانت. پس به همین ترتیب هر زاویه که بخوام تانجانت و کوتانجانت هم انتخاب بکنم، حالا میتونم امتدادش بدم ببینم محور تانجانت ها و کوتانجانت ها رو کجا قطع میکنه و مقدار تانجانت و کوتانجانتش هم حساب. حالا قبلا که ماشین حساب نبود این نسبت های مثلثاتی رو برای زوایای مختلف و به خصوص زوایای مهم حساب کرده بودن، در یک جداول اینها رو قرار داده بودن که میشد مراجعه بکنی به این جداول و ببینیم که سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانت زاویه مورد نظرمون چقدر میشه. اما الان دیگه همه ما بهترین ماشین حسابای علمی رو توی گوشی تلفن همراهمون داریم، بنابراین به راحتی میشه مقادیر مورد نظر رو از طریق ماشین حساب به دست آورد. خب اما برعکس هم میشه کار کرد، یعنی مثلا فرض بفرمایید همین تو چند تا مثال قبلی دیدیم که در آوردیم تانجانت اون زاویه شد مثلا 3. خب حالا ممکنه بپرسیم که این چه زاویه ای هست که تانجانتش میشه 3؟ خیلی ساده است، میتونیم مراجعه بکنیم به همون جدول، تو جدول ببینیم عدد 3 مربوط به تانجانت چه زاویه است که زاویه چیزی حدود فکر میکنم 72 باشه. خب یا اینکه از ماشین حساب استفاده بکنیم به این عمل معکوس، یعنی اینکه حالا نسبت رو داریم میخوایم زاویه رو به دست بیاریم، در واقع میگن آرک تانجانت یا آرک سینوس یا آرک کوسینوس. عرض خدمت شما. خب این هم از دایره مثلثاتی. حالا چند تا از فرمولای مثلثاتی رو روی صفحه براتون نشون میدم که فقط یک مروری بشه و یک نگاهی به اینها بندازید، ولی با مراجعه به کتاب‌های درسی و کتاب‌های ریاضی و منابع اینترنتی حالا میتونید این توابع مثلثاتی، فرمول‌های مثلثاتی و مثال‌ها و تمرین‌های مثلثاتی زیادی رو پیدا بکنید که بخش مهمی هم از درس ریاضیات رو تشکیل می‌دهد.